خدمت خانم ها و آقایان سلام عرض می کنم. تا اینجای بحث صحبت هایی که شد به نوبه خودم بهره گرفتم، نکاتی رو هم من با شما در میان میگذارم و امیدوارم که فرصتی بشه که دربارش گفتگوی بیشتری صورت بگیره و از مباحث دیگر استادان استفاده بکنم. معمولا بر سر زبان هاست که ایران همیشه در پیچ تاریخه، اینو در کوچه و بازار مردم میگن و اکنون بازم همینطوره. من نمیخوام وارد این بحث بشم و فقط در ارتباط با پنل حاضر فکر میکنم که ایران امروز شاید بیش از هر زمان دیگه نیاز به صلح داره تا خواست دموکراسی خودش رو برآورده بکنه. پس خوانش من از این پنل اینه: ضرورت صلح برای دموکراسی در ایران. من در اینجا ابتدا اشاره میکنم به خصیصه ژانوسی دوگانه جامعه ایران. تصورم به عنوان یک دانش آموز اینه که جامعه ایران از یک سو جامعه ایست که به دلیل تغییرات مهمی که در متن این جامعه و در زیست جهان اجتماعی جریان داره، جامعه ایران استعداد تجربه یک دموکراسی دورگه درونزایی در این سرزمینه. از سوی دیگه شرایط سیاسی این جامعه، شرایط ساختاری این جامعه و موقعیتی که داره اجازه نمیده. یعنی جامعه شناسی سیاسی ایران، اقتصاد سیاسی ایران اجازه نمیده اون دموکراسی رو که زیست جهان جامعه ایران رشد لازم رو براش انجام داده ازش بهره مند بشه. من از این وضعیت مدتیست به عنوان جرم بحرانی بحث می کنم، یعنی کریتیکال ماس، جرم بحرانی در ایران. یعنی جامعه ایست که به لحاظ صفات جمعیتی و تغییرات واقعی که در این جامعه، در گراسروت این جامعه ایجاد شده، شدیداً گرفتار تب دموکراسی است ولی نمیتونه این دموکراسی رو مستقر بکنه. ببینید 75% جامعه ایران الان شهرنشینه، به طور متوسط کل ایران بود خانوار از 5 به 3.5 رسیده. ساختارهای پدرسالار خیلی تغییر پیدا کرده. میانگین سنی که در دوره انقلاب 22 سال بود الان 30 سال شده، یعنی جامعه سنش هم بیشتر شده. 85% جامعه به طور میانگین باسواده، به معنای عمومی کلمه. 14 میلیون در ایران تحصیل کرده وجود داره، تحصیل کرده دانشگاهی. 800 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی الان دارن تحصیل میکنن، حالا 1 میلیون هم شده بود. جامعه که در 20 سال گذشته تعداد مقاله های علمی اون 50 برابر شده، کاری ما کیفیت ندارن. اون تغییراتی است که، یعنی رشدی است که در جامعه اتفاق افتاده و تغییراتی است که در جامعه اتفاق افتاده. الان سهم دانش ایران، سهمش از دانش جهانی از 0.1% الان به 2.6% شده رسیده. از نظر حساب مقالات که اساساً به نظر بنده خیلی هم مسئله مهمی نیست، ولی به هر حال تغییراتی رو در جامعه نشون میده. یک جامعه است که ایجوکیتد شده، تحصیلات توش وجود داره، شهرنشینی وجود داره، البته با تناقض‌هایی. همین جامعه 10 میلیون هم بی‌سواد داره. یعنی شما در نظر بگیرید که یه جامعه ایست که هم تحصیلات داره، هم مشکل کیفیت داره، هم 14 میلیون تحصیل کرده داره، هم 10 میلیون بی سواد داره. یعنی یک جامعه مشکلداری است، یک جامعه ایست که دچار یک تناقض‌هایی است و دچار یک جرم بحرانی است.
به طور متوسط هر ایرانی حسب اون چیزی که آخرین چیزهایی که اعلام کردن تازه به طور رسمی، هر ایرانی به طور شبانه روز 2 ساعت و 10 دقیقه از رسانه ها استفاده میکنه. ضریب نفوذ اینترنت که در دهه 70 4% بود الان به 80% رسیده. یعنی حدود نصف جمعیت ایران در حالی در تلگرام عضون که تلگرام قانونن یا مسبب شده که ممنوعه. یعنی یه جامعه‌ای که یه چیزی که ممنوعه نصف جمعیت ازش استفاده میکنه. پس اکنون جامعه ایران به تصور بنده اندامی در حال رشده که لباس‌های تنگ مندرسی بر او تحمیل شده. یعنی لباس‌های ساختاری بر این قامت جامعه ناساز شده. جامعه‌ای که عقلا در او هست اما عقلانیت نیست. چطور میشه یک جامعه پر از عقلا باشه اما درش عقلانیت به صورت یک فرایند سیستماتیک و نهادینه وجود نداشته باشه؟ یعنی سیستم‌ها کوشمند نیستن، کودنن، ولی آدمای باهوش وجود داره. این یک تناقض مهمیه به نظر بنده. جامعه‌ای که در تب تحول خواهی است، تب دموکراسی خواهی است و تب صلح جویی است و پرهیز از خشونت است. اما شکاف بین ملت و دولت همچنان به صورت عجیبی وجود داره. به رغم همه این مشکلات این جامعه همچنان می‌خواد زندگی بکنه. زندگی در این سرزمین همچنان جاری است. شاخص میل به موفقیت از طریق عمل کرد که پرفورمنس اورینتیشن میگن، طبق شاخص‌های جهانی در ایران یک شاخص قابل توجهیه. یعنی 4 خورده‌ای است از مقیاس 7. یعنی مردم ایران همچنان میخوان موفق بشن. این خیلی مهمه. اما نمیتونن موفق بشن. و مسئله اینه. این همون جرم بحرانیه. من در این چند سال گذشته به عنوان یک دانش آموز و مطالعه کننده کوچک واقعا درگیر این بودم که جامعه ایران نیاز به زمان داره، نیاز به یک زمان صلح‌آمیزی در درون و بیرون داره تا اون پروسه رشد و توسعه خودش رو به جای برسونه و از اون ثمره‌اش که دموکراسی حقوق بشره و زندگی صلح‌آمیزه برکنار از خشونت بهره‌مند بشه. پس مردم ایران سزاوار داشتن یک دموکراسی هستند و این همه افتخیز و هزینه داشتن براش، ولی متاسفانه این زمان رو که جامعه ایران نیاز داره تا مستقر بکنه دموکراسی رو در خودش، این زمان رو هم بازیگران سیاست از جامعه ایران در واقع سلب می‌کنن و منافع و هژمون‌های بین المللی از ایران سلب می‌کنن و هم بخش‌هایی از حکمرانان جامعه و ارباب قدرت و ثروت و منزلت در داخل به طور مستقیم و غیر مستقیم همه گویا دست به یکی شدن داخل و خارج که زمان صلح‌آمیز رو در درون و بیرون از جامعه ایران سلب کنن و نذارن ایران اون پروسه رشد درونی خودش رو که با تب و تاب دنبال کرده به جای برسونه. پرهم نمی کنه حالا چه ترامپشه چه نتانیاهو باشه، با فشارهای حداکثری از بیرون، تحریم‌های قساوتبار نفتی و چه تحریم رفتن دختران به ورزشگاه، به نظر من واقعا الان به لحاظ ساختی کار کردی هر دو یک جور عمل میکنن. یعنی یک جامعه رو نگه میدارن، نمیذارن اون تحولات خودش رو به طور رضایت بخشی به جای برسونه. این که فرزندان ما نمیتونن آزادانه لباس بپوشن و سبک زندگی مورد نظر خودشونو داشته باشن مثل همون چیزاییست که تحریم‌های خارجیست که این جامعه رو محدود میکنه. هر دو خشونت باره و ساختاریه، خشونت های ساختاریه و ممکنه که این مشکل، این بحرانی بودن، جرم بحرانی در جامعه به جایی برسه که خیلی دیر بشه و کل جامعه به هم بخوره و تمام اون پروسه رشد جامعه هم در واقع متوقف و مختل بشه و هزینه‌های جبران ناپذیری برای جامعه ایران بشه.
حالا من با این مقدمه سوالم اینه که واقعا صلح و دموکراسی در جامعه ایران چی میشه؟ ببینید، اگر من در این وقت محدود شاید این تیکه رو بتونم بیان بکنم که اگر به موانع صلح و دموکراسی قدری وسیع‌تر بیاندیشیم و بخوایم یه ذره عمیق‌تر به مسئله نگاه بکنیم، موانع دموکراسی در ایران خیلی عمیق‌تر از این هست. زمانی این موانع منعقد شده که ما و دو نسل قبل از ما، بنده که اینجا نشستم رو عرض می کنم، در خوابهای آشفته یوتوپیک و ایدولوژیک و مذهبی و معرفت شناختی و خامی‌های سیاسی، خامی‌های اجتماعی، خامی‌ها و نهفتگی‌های مدنی بودیم و اکنون چوب خام‌اندیشی‌های کنشگران تحول‌خواه خودمون رو در یکی دو نسل گذشته و چوب کنشگری‌های خودمون رو داریم می‌خوریم. مسئله دموکراسی خیلی عمیقه. یعنی در واقع هر چه ما الان بخوایم از موانع دموکراسی در ایران سخن بگوییم، به نوعی بیداری بعد از خوابه. یعنی الان متوجه شدیم که چه موانع مهمی برای دموکراسی در ایران وجود داره که بیشتر در رویاها و احلام ما ریشه داره. من فقط یه چند تا مثال رو عنوانش رو میتونم بگم. ببینید، دولت به مثابه حقیقت تمام، این از کجا برخواسته؟ وقتی دولت نماینده یک حقیقت تمامه، بناگزیر باید با دشمنان جنگ بکنه. اصلا این دولت نمیتونه صلح بکنه، چون نماینده یک حقیقت تمامه و ما قائل بودیم که دولت باید نماینده یک حقیقت تمام باشه. این دولت در طبیعی است که اونقدر باید با دشمنان بجنگه که حقیقت در جهان مستقر بشه. این دولت برای دموکراسی هم کاری نمیتونه بکنه، چون دولتی است که نماینده حقیقت تامه و متولی کارگزار و ضامن آن حقیقت در قلمرو حاکمیت خودش. این دولت باید نگذره سر سوزنی از این حقیقت تمام مردم در زندگیشون مناسباتشون خارج بشن. در حالی که دموکراسی چیه؟ ببخشید، دموکراسی قواعد معینی است با نتایج نامعین. اصلا معلوم نیست که از نتایج دموکراسی حقیقت در بیاد. کی گفته دموکراسی عدم قطعیت داره؟ قواعدش مشخصه. دموکراسی اتفاقا بیش از اینکه یک حقیقت تمام باشه، یک ضرورت تمامه. یعنی یک تکنیکی است برای تولید رضایت عمومی، تکنیکی است برای تولید رضایت بخش توافق اجتماعی، برای متقاعد سازی جمعی. برای همین هم هست که گفتن دموکراسی بدترین شیوه حکومتی است که بهتر از اون پیدا نشده. در حالی که ما اگر به دولت به عنوان نماینده حقیقت تمام نگاه بکنیم، اساسا بازی دموکراسی به هم می‌خوره و خورده. دولت به جای اینکه حقیقتی تمام باشه، نماینده یک حقیقت باشه، حالا چه حقیقت دینی، چه حقیقت ایدولوژیک، چه حقیقت تاریخی، چه حقیقت فلسفی و چه حتی حقیقت اخلاقی، دولت نمیتونه نمایندگی بکنه. دولت یک چیزیست از جنس مصلحت، از جنس سازوکار تکنیکی، یه مضمون فنی داره برای اداره جمعیت. دولت برای اجرای قرارداد اجتماعی است. در یک دوره محدود به طور مشروط اومده خدماتی رو که از سوی جامعه به او محول میشه انجام بده. موضوعیت دولت به اندازه انجام خدمات سفارش شده از سوی جامعه به او است. ببینید، مردم آراشون، اهرامشون میان با این سازوکارهای آرایشون دولت رو کنترل میکنن. میگن من نیاز دارم به این کارها، من در حاشیه مونده، من دیده نشده، من اقلیت، وقتی به تو رأی میدم که مشکلات منو در این دوره محدود برآورده بکنی. برنامه‌ات کو؟ برنامه‌ها رو بررسی میکنه، سبک سنگین میکنه، میبینه که این برنامه فعلا به دردش میخوره رأی میده و هر وقت ببینه که درست عمل نمیکنه استیضاحش میکنه و
و به طور مسالمت‌آمیزی او را از گردش قدرت خارج میکنه و یک قدرت دیگری که براش کار بکنه میگمارد. به این معنا حاکم تقدسی نداره، طرف یک معامله هست. در سنتی ترین تقریر این رو مرحوم حائری به عنوان وکالت گفته. مرحوم حائری در حکمت و حکومتش میگه که این از جنس وکالت نه ولایت، اومده یک وکالتی رو انجام بده در حالی که دولت نماینده حقیقت تمامه. من فرصت نیست، نه میتونه صلح رو دنبال بکنه نه میتونه. ولی من تصور میکنم گفتمان های دوره انقلاب ما، نسل های قبل از ما و خود ما توجه روشنی به این مسئله نداشته. و معمولا دولت رو به صورت یک حقیقت تمام دنبال میکردیم، حالا حقیقت الهیاتی، آخرالزمانی، حتی اخلاقی عرض کردم. دولت به نام حقیقت اخلاقی، اگر حقیقت اخلاقی در تصرف دولت باشه و دولت نماینده حقیقت اخلاقی باشه، بساط محتسبی راه میاندازه. دولت میشه یک محتسب بزرگ، یک فاعل بزرگ محتسبی که سبک زندگی مردم رو برای به نام اون حقیقت اخلاقی کنترل میکنه. مثال دیگه به عرض بکنم، فقط تیترش رو، دعاوی هژمونیک. هر کشوری که دعاوی هژمونیک داشته باشه، هر ملتی که دعاوی هژمونیک داشته باشه، شرایط امکان برای زندگی صلح‌آمیز رو با دیگر ملت‌ها و با دیگر کشورها در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تضییق می‌کنه، تهدید می‌کنه. حال این دعاوی می‌تونه دعاوی نژادی باشه، دعاوی مذهبی باشه و دعاوی ملی یا هویتی باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. در اوایل انقلاب یادتونه، بعضی از دوستان یادشونه که بعضی از آقایان مراجع و روحانیان صحبت از تعلق بحرین به ایران کردن. یه دعاویه، این نمیتونه با صلح جور در بیاد. خوشبختانه حالا به صورت یک سیاست رسمی در نظام قبول نشد، ولی به هر حال صدور انقلاب که جزء سیاست رسمی شد. خب صدور انقلاب یک نوع دعاوی هژمونیکی است که روابط صلح‌آمیز رو و بازی صلح رو به هم میزنه. و مثال‌های دیگری وجود داره، من نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم. دعاوی هژمونیک مختلف، الان نتانیاهو صحبت از کنترل دره اردن میکنه. این یک نوع دعاوی هژمونیکی است که یک کشور، یک ملت به دلیل اون بنیادگرایی که در اونجا وجود داره داره دنبال میکنه و نمیتونه صلح مستقر بکنه، جلوی صلح رو میگیره. یکی دیگر از چیزهایی که در تاریخ ما مشکل برای دموکراسی ایجاد کرده به نظر من، وزن تاریخ ایرانه. اساسا ما یه مقدار وزنمون زیاده از حد، وزن تاریخمون زیاده از حد بیشتره، سنگینه. یعنی ببینید، تاریخیت بخشی از واقعیت زندگی هر ملت، هر ملتی تاریخی داره، هر ملتی هویتی داره، تمدنی داره، حقوق حاکمیتی داره، سرزمینی داره. ولی وزن تاریخ برای یک جامعه بیش از اندازه نباید سنگین بشه. وقتی وزن تاریخ ما سنگینه، همش سرهامون به عقبه، همش برمیگردیم هویت رو و همه چیز رو از تاریخ جستجو میکنیم. یعنی همه چیز در تاریخ، از تاریخ میخواییم بیاییم، از سنت هامون میخواییم در بیاریم. در حالی که ملت یه مقدارم باید سبک وزن بشه، سبک بال بشه به لحاظ تاریخی، تا تجربه های تازه بکنه، تجربه بکنه، در موقعیت های جدید پراگماتیستی فکر بکنه، عملگرایانه عمل بکنه، مصلحت رو ببینه چیه. یعنی وزن تاریخ او رو محدود نکنه از خلق آینده های بدی، از فهم موقعیت های جدید، از اینکه تجربه های تازه‌ای بتونه بکنه و گفتگو بکنه و توافق بکنه و تحمل ابهام بکنه. و وقتی ما تکلیف همه چیزامون رو با تاریخمون می‌خوایم در واقع رفع و رجوع بکنیم، دموکراسی سخت میشه. چون عرض کردم دموکراسی با یک تجربه پیش میره، با کثرت پیش میره، با نااطمینانی پیش میره. یک ظرف ذهنی و روحی و یک درک و فهم و یک بلوغ انسانی میخواد که انسان قبول بکنه که نتیجه معلوم نیست که چیه، از طریق گفتگو در خواهد اومد، از پیش اصرار بر یک نتیجه نداره.
همینطور مباحث دیگه، سایه اندازی ایدئولوژی بر زندگی، کمالگرایی، مناسبات مخدوش دین و دولت، خیلی چیزهایی وجود داره که مسئله دموکراسی رو در جامعه ما بحث انگیز کرده، مناقشه آمیز کرده. خلط نهاد دین و دولت، بله بله، شرایط امکان رو هم برای صلح و هم برای دموکراسی مشکل میکنه که دیگه در این جهت فرصت نیست که در این وقت محدود صحبت بکنم. این رو ما در شکل‌های مختلفش رو می‌خواستم یادآوری بکنم. اما یه مقدارم ریشه‌های عمیق فرهنگی اجتماعی برای دموکراسی باید بحث بشه درباره‌اش، که یک ساده سازی تقلیدگرایانه سیاسی هم وجود داره که میگه تمام مشکلات از طرف حاکمانه. حقیقت این هم اینطوری نیست. یعنی دموکراسی چیزی نیست که فقط از اون بالا از ما دریغ می‌دارن. البته اینطور هست، اما فقط به این سادگی هم نیست. در هر یک از ما تکه‌ای از حاکمان هست. در واقع اون چیزیست که الان در همه جای دنیا هم بحث می‌خواستم صحبت بکنم، اون چیزی که الان آمریکایی‌ها میگن که We are all Donald Trump. ما هممون یه جور تکه‌ای از دونالد ترامپ رو داریم. ما هم اینجا هم همینطوره. یعنی در واقع به مسئله دموکراسی مقدار عمیق و فرهنگی اجتماعی هم نگاه کرد که من عذرخواهی میکنم که از این بحثم میگذرم و این که فقط در مشکل رو در بالا ببینیم هم مسئله رو حل نمیکنه، بلکه در واقع مشکلات دموکراسی یه مقدارم از رفتارهای ما، فرهنگ ما، طرز تفکر ما، خلق و خوی ما و اون قواعدی که باش زندگی میکنیم شکل میگیره و ما رو از بین ما و دموکراسی فاصله میاندازه. یک چیز دیگه هم وجود داره که اما اون رو نباید نادیده گرفت، اونم شخصیت و منش مخبگان. آقای دکتر امیدوار در ابتدای بحث رهبران صلح‌اندیش رو مطرح کردن. من به نظرم این هم مهمه، یه بحث پارتوییه. پارتو یه بحثی داره که معمولا 80% نتایج نتیجه 20% اموره. نگاه کلان علمی درسته به ما میگه که دموکراسی داشتن از یک مناسبات تولید خاصی ناشی میشه. دموکراسی داشتن نیاز به یه فرهنگ خاص، سبک زندگی خاص داره. حتی موقعیت‌های ژئوپلیتیک در دموکراسی داشتن و نداشتن تأثیر میگذاره. دشواری دموکراسی رو میتونه کم و زیاد بکنه. اما یک واقعیتیه که تأکید میکنم به این مسئله که نباید توجهمون رو باز بداره از این که یک رشته تصادف‌ها و آمد و نیامد‌ها و عدم قطعیت هایی هم از کنش با کنش های حاصل جمع بازی های نخبگان ما شکل گرفته و دموکراسی رو در این کشور مشکل کرده. به عبارت دیگر نادموکراسی در ایران یکسره نتیجه خطی محدودیت های تاریخی ما نیست، نتیجه خطی محدودیت های فرهنگی و اجتماعی نیست، نتیجه تقدیر تاریخی ما نیست. مثلا نتیجه این نیست که ما جامعه کوتاه مدتیم، استبداد ایرانی وجود داشته، مناسبات پاتریمونیال داشتیم و چیزهای دیگه، خلقیاتمون چیه. بلکه به نظر من 80% نادموکراسی در ایران نتیجه همون 20% تحولاتیست که تحول‌خواهان غافلگیر شدن. یعنی در ایران یه تحول‌خواهی بوده، دموکراسی خواهی بوده، از مشروطه هم پویش هایی شروع شده، قبل از اون هم یه زمینه هایی وجود داشته. اما به جای اینکه ابتکار عمل این تحول خواهی به دست غلام حسین صدیقی ها، شایگان ها بیفته، به دست مثلا بازرگان ها بیفته، به دست مصطفی رحیمی ها بیفته، به دست دیگران بیفته، حتی متحری ها بیفته، به دست آدم های تندرو و خشونت طلب و فرصت طلب و کسانی افتاده که نه صلح‌اندیشن و نه دموکراسی خواه. ببینید اینجا در واقع به نوعی نادموکراسی یک نوع نابختیاری است در ایران، یک نوع نگونبختی است که ما از بد حادثه گرفتار نادموکراسی شدیم.
همش هم این نیست که ریشه های عمیقی داره، اونا سر جای خودشون باید بحث بشه، نه باید ساده سازی کرد. اما همه مشکلات دموکراسی نتیجه این نبوده، بلکه به نحوی جامعه ایران رو دست خورده. جامعه ایران تحول میخواسته، انقلاب کرده، دگرگونی میخواسته و از ظلم و از بیعدالتی و چیزهای دیگه میخواسته رهایی پیدا بکنه، ولی بر اثر سادگی و نپختگی و برخی مشکلات تاکتیکی و اشتباه در راهبردها و در تاکتیک ها و بازی نخبگان سبب شده که وضعیتی براش ایجاد شده که یه دفعه دیده که انقلاب فرهنگی شد، یه دفعه دیده که دانشگاه تعطیل شد، یه دفعه دیده که سفارت آمریکا تصرف شد، گروگانگیری شد. یعنی در واقع به نحوی به نظر من وضعیت نادموکراسی در ایران چیزی بوده که مجموعه ای از موقعیت‌های پیچیده سبب شده و تصادف‌ها سبب شده که پویش دموکراسی ایران با نااطمینانی‌های عجیبی دست به گریبان شده و اگر بخوام از مولانا وام بگیرم دچار سوء القضا شده این ملت. مولانا همتون شنیدید که به جایی که درباره اخلاص صحبت میکنه میگه راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. ظاهرا میگم منظور مولانا اینه که از بعد حادثه میتونست معاویه بعد از عثمان بیاد، اون سوء القضا برای جامعه اون روز مسلمان ها بود. بعد از نظر مولانا علی بن ابی طالب متولی امر خلافت شده و این حسن القضایی بوده، یه چرخشی از سوء القضا به حسن القضا بوده. من متاسفانه میبینم تاریخ معاصر ما بیشتر سوء القضاست، یعنی به این صورتی که در واقع میگن عمل کرده یک سازمان رو ضعیف‌ترین افراد اون سازمان تعیین میکنن. در یک سازمان آدمای قوی وجود داره، ولی وقتی آدمای ضعیفی وجود داره عمل کرده اون آدم های ضعیف عمل کرده کل سازمان رو میارن پایین و یک نوع آنتروپی تعادل به اصطلاح آنتروپی متعادل ایجاد میکنن که در واقع تعادل آنتروپیک ایجاد میکنن. این تعادل آنتروپیک در ایران هم ایجاد شده، یعنی در ایران مسئله دموکراسی خواهی دچار سوء القضا شده، تحول خواهی دچار سوء القضا شده و ابتکار عمل دست غلام حسین صدیقی نیفتاده. البته این هم ریشه هایی داره در جهل جامعه، در غلیان جهل، در محدودیت فکرها و نگاه ها و اشتباه در تاکتیک ها و ساده اندیشی ها و کوته بینی ها و بیتوجهی به پیامد اعمال، همه اینا وجود داره. موقعیت های پیچیده بین المللی داخلی وجود داره، ولی به هر حال باید توجه بکنیم که یه مقدار هم بدبیاری جامعه ایران. آخرین جمله این باشه که ما الان نباید دیگه منتظر حتی حسن القضا باشیم. مسئله اینه که اون چیزی که برای ما لازمه یک زمان صلح‌آمیزی است که بتوانیم پویش‌های دموکراسی خودمون رو دنبال بکنیم. تصورم اینه که بدون یک صلح در درون و در بیرون، دموکراسی در حال ظهور ایران دچار شکست خواهد شد و ما نیاز به یک دیپلماسی عقلانی داریم برای صلح در بیرون و مذاکرات چند جانبه. امروز دیگه بیش از هر زمان دیگه این مسئله یک ضرورت شده به نظر من. و از سوی دیگه یک آشتی در درون، صلح میان ملت و دولت و اغلایی که از هر دو طرف از طریق انتخابات آزاد، از طریق تفسیر حقوقی قانون اساسی، استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی، ظرفیت‌های عقلانی قانون اساسی مثل همه پرسی و اینها و اصلاحات قانون اساسی فرصت ایجاد بکنن که فرایند رشد دموکراسی از درون جامعه ایران بتونه خودش رو به یک جایی برسونه و مستقر بکنه. خیلی ممنون.